در نهایت قضیه این شد که بنده اون لحظه خیلی خوشحال بوده و رفتار اونا، شاید هم مثلا نباید این مسائل تو کشور باشه، اما بود دیگه. حالا که بود بعد بهش احترام گذاشت. آقای عزیز میگه خود شالاتان بازی جلانوام میکنی، پر رو برو دوز اومده به قول من یقه سابکولر میگیری. بعد غیر از این خودت رفتی نشستی با خدا بیامرز، نمیدونم حالا من میگم خدا بیامرز، به هر حال هر کی ببینه میگه خدا بیامرز، و فکر نکن من طرفدار ایکس و ایگ، باز یه انگی به من نچسبونی، رولای زم و ایکس و ایگ میشینی صحبت میکنی و در مورد گنج گم شده داریوش کبیر صحبت میکنی، وقت من فرید باقری نمیدونم باید یگانهای فلان بیان فلانم کنن، خب بیان فلانم کنن، تو رو سننه، تو رو سننه، آقا تو چی کاره ای مملکت، یکی تو رو قبول داره به عنوان برم میگه. و من این کاره نبودم، من دیدم واقعا یکم معضلاتی که خود من سالها در 15 سال تو کوبی رفتم، کجا بوده آقای صابرپور 5 سال از تو سرت در آوردی نشه بودی مدرک دان راستو چون که بلدی، خب چرا برای من مدرک دانشگاهی اینا درست نمی کنی؟ با من بلدن درست کن، من درس خونده باشم، گربت برم بابای من هم سکرم، مرسی برای من درست کن که اینجوری خب کسی کی گفت بکشم به روخش لال بمونه دیگه، حداقل کاری انجام بده، نه خدایش این کار رو برام انجام بده، میتونی اینو اوکی کنی؟ داداش تو بیان نگران من نباش، من خود مخبرام، ببین سر دسته مخبرام منم، تو راحت بکش بگه نگرانی چیه من باش. کلیپ ها رو دیدید هموطن گرامی، یک سوال براتون به وجود نیومده در طی این همه سال، حفاری برای گنج دفینه قدغنه، فروش دستگاه گنجیاب برای استخراج گنج دفینه قدغنه، خرید و فروش اشیای عتیقه و گنج دفینه قدغنه، بگیرنت خشکت رو میکشن رو سرت، بیچارت میکنن، زندگی تو مصادره میکنن، جلوی حساب بانکیات میبندن، سالها میافتی پشت میلای زندان که اون تو بپوسی و بین بری، زندگی عادی رو ازت میگیرن، چجوری امثال فرید باقری، کوسار باطفر، شاهین احمدی، امثال اینها این همه سال آزادانه دارن کار میکنن و کسی با اینا کاری نداره، چون که مخبرین این افراد هستن که تو زیر مجموعه میراث فرهنگی و دیگر نهادها دارن کار میکنن سالیان ساله، چقدر افراد بودن که بدبخ شدن، گوشه زندان افتادن، جایگاهاشون از دستشون این افراد بیرون کشیدن یا حتی کشته شدن اون افراد، چقدر خانواده ها رو به خاک سیاه نشوندن همین افراد و برای خودشون امپراتوری فروش دستگاه فلزیاب و گنجیاب رو انداختن، کسی با اینا کاری نداره، هیچ کس، چون تا نون مخبری نخوری نمیتونی وایسی، و این افراد دارن به چه کسانی دارن خدمت میکنن تو میراث فرهنگی؟ همون مدیران بهایی ازلی و بابی بهایی که در میراث فرهنگی با نام مدیر شیعه و مدیر سنی وایستدن و پوشیششونه، و این افراد استخدامی اونان، سگهای قلاده به گردن اونان، چون بهترین بازار سیاه برای استخراج گنج دفینه به قول آقای رضا صابرپور همین فضای مجازی و اینستاگرامه، که موقعیت ها رو شناسایی بکنی، افراد رو شناسایی بکنی، بتونی بارش از دستش بیرون بکشی، یه تیکه استخون پرت کنی جلوش، قبول نکرد براش پاپوش راست کنی، جایگاش لو بره، روانی زندان بشن و هزاران بدبختیه دیگه. این افراد سالیان ساله پشتشون بهای ازلیا و بابی بهاییان در میراث فرهنگی، مدیران اون مجموعه پشت این افرادن، یهودیانی که به عنوان خریدار و بهاییانی که به عنوان خریدار پشت اینان و در میراث فرهنگی هم سمت دارن این افراد. اتفاقا آقای رضا صابرپور 7 سال تمام وقتشون رو گذاشتن برای اینکه به این سرزمین خدمت کنن، آگاهی و دانشی که این شخص داشت شما به اندازه ارزن هم ندارید، چون که هر موقعیتی که گذاشت براش مختصات جی پی اس گذاشت که همه ملت برن سر اون مکان با هر نوع مدل سیستمی هم که میخوام برن برن، فقط اون مکان ها بسته بمونه، چون که همیشه روش چشم باشه که گنجینه‌های اون مکان‌ها استخراج نشه و باد نره. اتفاقا آقای رضا صابرپور خدمت کردن، جلوی غارت گنجینه‌های کوی دماوند رو گرفتن، شرفی که امثال شما بی شرف‌ها به مانند فرید باقری و دیگر آشغال‌هایی به مانند شما شرف این کارو نداشتید، غیرتش نداشتید،
شما یه عمر خوردید بردید، حقم دارید، یه عمر حاشیه ام داشتید، کسی هم با شما کاری نداشته. اتفاقا اونی که نشست شمایی فرید باقری، که اگر یک لیوان الکل بهت نرسه آب دماغت از خماری آویزون میشه. باید در آینده منتظر خیلی اتفاقات برای خودتون باشین خائنی. همین آقای رضا صابرپور از کوهسار بادفر شکایت کرد به خاطر فروش دستگاه گنج و استخراج گنج دفینه، خرید و فروش اشیای عتیقه، کلاهبرداری هایی که داشت. شکایت کرد، با اسناد و مدارک معتبر رفت و اقدام کرد. چی شد؟ 15 ماه تمام وقت این بند خدا رو گرفتن، یک نفری هم رفت وکیل هم نگرفت. بدون وکیل رفت شکایت کرد. یادم میاد یک نفر پرسیده بود از آقای صابرپور که چی شد، آخر سر اون شکایت به کجا رسید؟ گفت تمام تلاش و زحمت خودم رو کردم، از جون مایه گوشم، 15 ماه تمام وقتم در اون دادگاه ها گرفته شد، اما دیدم که میراث فرهنگی پشت کوهسار بادفره و خیلی نهادهای دیگه، چون که آدم خودشون بود. شما خائنین به وطن هستید فرید باقری. الان نرو پشت اسم زن زندگی آزادی خودتو پنهان نکن. جنس وطن پرستارم برای خودت نگیر. امثال شماها کلن همتون جنس وطن پرستار رو نگیرید. شما دستتون به مال مردم بوده، ثروت این سرزمین رو غارت کردید. به روز و زمانش هم ناموس تک تکتون رو من همین ملت پارس میگان، ناموستون رو میگان، بعدم خودتونم میگان. کسکشای بی همه چیز، حرامزادگان بی همه چیز. شما یک مش دوز و غارتگرید، خائنین به این وطن و این سرزمین هستید، یه مش مزدورید، پس تاوانشو به زمانش پس میدید.